خب بچه ها، بریم وارد قسمت دوم بحثمون بشیم، شاخص‌های پراکندگی. شاخص‌های پراکندگی، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات. خب یه سوال اول ازتون بپرسم. ببینید شما تصویری که تو ذهنتون از میانگین دارید چیه؟ میگه خب یه داده‌ایه که وقتی جمع میکنم، تقسیم به تعداد میکنم، یه داده اون وسط مسطا به دست میاد. وقتی میگن تصویری که تو ذهنت از مد دارید چیه؟ میگه خب داده‌ای که بیشترین فراوانی رو داره، میتونم تصویر تو ذهنم ازش داشته باشم. وقتی میگن تصویرت از میانه چیه؟ میگه خب داده‌ای که وسط داده‌ها قرار بگیره، چه میانه. اما تصویر ذهنیتون از واریانس چیه؟ وقتی یه سری داده داری میگی واریانس حساب میکنم یا انحراف معیار میخوام حساب کنم، خب چه چی رو در واقع داری حساب میکنی؟ خب ببینید اسم این قسمت شاخصهای پراکندگی، یعنی ما پراکندگی داده ها رو از هم داریم حساب میکنیم. ببینید مثلا یه مثال بزنم. مثلا یه موقع داده های تو این شکلیه، 2 3 4 5 8. یه موقع داده های شما این شکلیه، 2 8 16 22 46. خب الان واریانس کدوم اینا بیشتره؟ انحراف معیار کدومشون بیشتره؟ اونی که پراکندگیش بیشتر باشه. بچه‌ها اینجا رو ببینید، پراکندگی این یک واحده، 2 تا 3 1 واحد، 3 تا 4 یک واحد، 4 تا 5 یک واحد، 5 تا 8 سه واحد. اما اینو ببین، از 2 تا 8 6 واحد، اینجا 8 واحد، اینجا بیشتر، اینجا بیشتر. ببین پراکندگی داره چی میشه؟ زیاد میشه. اصلا پراکندگی فاصله بین اعداد زیاده، اینجا فاصله بین اعداد کمه. هر موقع داده ها به هم دیگه نزدیکتر باشن، یعنی پراکندگیشون کمتر باشه، خب واریانس و انحراف معیارشون هم کمتره. اگه پراکندگی زیاد شد، واریانس انحراف معیار هم زیاد میشه. پس در واقع پراکندگی یا انحراف معیار، شاخصهای پراکندگیمون، مفهومش اینه. میخواد فقط ببینید داده ها از هم دیگه چقدر فاصله دارن. خب مراحل محاسبه واریانس، صفحه 43 جزوه رو باز کنی، بیاری چلو رو تو واریانس رو ببین. مراحل محاسبه واریانس 3 تا مرحله داره. 1 محاسبه میانگین، 2 کم کردن میانگین از تمام داده ها و محاسبه مجذور آنها، یعنی داده ها رو از میانگین کم کن به توان 2 برسون، و 3 محاسبه میانگین اعداد حاصل از مرحله قبل. یه مثال بزنم. مثلا فرض کن اعداد ما 1 4 7 8، میخوام واریانسشون رو به دست بیارم. مرحله اول از این اعداد میانگین میگیریم، یه میانگین حساب کنیم، 1 به علاوه 4 به علاوه 7 به علاوه 8 تقسیم به 4، 7 و 8 15 و 5 20 تقسیم به 4 میشه 5، میانگینم شده 5. مرحله دوم، داده ها رو دونه دونه از میانگین کم میکنم به توان 2 میرسونم، 1 منهای 5 به توان 2 4 منهای 5 به توان 2 7 منهای 5 به توان 2 و 8 منهای 5 به توان 2. خب 1 منهای 5 میشه منفی 4 به توان 2 میشه 16، 4 منهای 5 منفی 1 به توان 2 میشه 1، 2 به توان 2 میشه 4 و 3 به توان 2 هم میشه 9. بریم سراغ مرحله سوم. مرحله سوم میگه از اعدادی که تو مرحله دو به دست آوردی یه بار دیگه میانگین بگیر، میشه واریانس. پس واریانس هم میشه، این اعداد رو با هم دیگه جمع میکنم، 16 به علاوه 1 به علاوه 4 به علاوه 9 تقسیم به 4، که اینا رو اگه با هم جمع کنیم میشه 30 تقسیم به 4 میشه 15 دوم یا 7 و نیم، یعنی واریانس من شده 7 و نیم. حالا انحراف معیار رو چجوری به دست میاریم؟ از طرفین یه رادیکال بگیری، انحراف معیار رو با سیگما نشون میدیم، میشه رادیکال 7 و نیم. سیگما به توان 2 میشه واریانس، سیگما به تنهایی میشه انحراف معیار. خب حالا بریم سراغ بحث انحراف معیار. گفتیم خب جذر واریانس رو میگیم انحراف معیار، صفحه 43 جزوه. نکته، اگر تمام داده ها را با عدد ثابتی جمع کنیم، واریانس و انحراف معیار تغییر نمی کنن. چرا تغییر نمی کنه بچه ها؟ بهتون گفتم که مفهوم واریانس یا انحراف معیار چیه؟ پراکندگی داده ها از هم دیگه. بچه اینجا رو ببینید، یه مثال بزنم. مثلا 2 5 8 و 10، پراکندگیش رو ببین، 3 واحد 3 واحد 2 واحد. اگه همه داده ها رو به اضافه مثلا 2 کنم، همه رو به اضافه 2 میکنم، چی میشه؟ 4 7 10 12. پراکندگیشون رو ببین، 3
سه تا از چهار تا هفت، سه تا هفت تا ده، سه ده تا دوازده دو. ببین سه سه دو، سه سه دو، یعنی این دوتا پراکندگیشون با هم دیگه برابره، پس واریانس و انحراف معیارشون هم با هم دیگه برابره. پس اگه من همه داده ها رو به اضافه یه عدد کنم یا از یه عدد کم کنم، ببین از همه داده ها دوتا کم کن میشه صفر، سه دوتا کم کنی میشه شیش، دوتا کم کنی میشه هشت. ببین سه تا، سه تا دوتا، واریانس و انحراف معیار هر سه دسته این داده ها با هم دیگه برابره، چون پراکندگیشون، چون فاصله اعداد از هم با هم دیگه برابره. پس یه نتیجه میگیرم، هر موقع داده هایی که به ما داده بود بزرگ بود و واریانس یا انحراف معیارشون میخواست، تو بیا یه عدد دلخوا از همه کم کن و عدد کوچیک سریعتر به جواب برسی. مثلا اگه این شکلی داشتی 35 39 40 47، تو بیا از همه داده 40 واحد کم کن، هر عددی که دوست داری 35 تا کم کن، 40 تا کم کن، 40 تا کم میکنم، 35 منهای 40 میشه منفی 5، 39 منهای 40 منفی 1، 40 منهای 40 0، 47 منهای 40 7. و بیا با این داده ها واریانس یا انحراف معیارت رو حساب کن، بعد بگو واریانس این با واریانس اینا برابره و خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونیم به جواب برسیم. اما ادامه نکتمون، ولی اگر تمام داده ها را در عددی مثل آ ضرب کنیم، واریانس آ دو برابر، انحراف معیار آ برابر. اگه همه داده ها تو دو برابر کنی، انحراف معیارت هم دو برابر میشه، واریانست آ به توان دو، یعنی دو به توان دو، چهار برابر میشه. اگه همه داده ها رو ضرب در سه کنی، انحراف معیار سه برابر، واریانس سه به توان دو، یعنی نه برابر میشه. خب یه مثال حل کنم و این قسمت هم به پایان برسونیم. صفحه 44 جزوه‌تون رو ببینید. صفحه 44 سوال گفته که واریانس این اعداد رو به دست بیاریم، 36 37 39 44، مثالی که بالای صفحه است. خب چون داده ها کمی بزرگ به نظر میرسه، از همه داده ها یه عدد کم میکنم. مثلا از همه داده ها 39 تا دلخواه بود، هر عددی که تو دلت میخواد کم کن. 36 منهای 39 میشه منفی 3، 37 منهای 39 منفی 2، 39 منهای 39 3، 44 منهای 39 هم میشه 5. حالا بیا واریانس این 4 تا داده رو به دست بیار. خب بیام به دست بیاریم، مرحله اول چی بود؟ میانگینشون رو حساب میکنی. میانگین حساب کن، منفی 3 با منفی 2 میشه منفی 5، با 0 میشه منفی 5، با مثبت 5 میشه 0، تقسیم به 4 تا عدد داریم، میانگینش شده 0. مرحله دوم، داده رو منهای میانگین کن به توان 2 برسون. منفی 3 منهای 0 میشه منفی 3 به توان 2 میشه 9، منفی 2 منهای 0 منفی 2 به توان 2 4، 0 منهای 0 هم که 0، 5 منهای 0 میشه 5 به توان 2 میشه 25. و در مرحله سوم میگفتیم واریانس چی میشه؟ میانگین 4 تا داده ای که از مرحله 2 به دست میاد، از اینا میانگین بگیریم، 9 به علاوه 4 به علاوه 0 به علاوه 25 تقسیم به 4. که اگه اینو حساب کنم 9 و 4 13، 13 و 25 میشه 38 تقسیم به 4 که جوابش میشه 19 دوم، یعنی 9 و نیم. یعنی واریانس من اینجا شده چقدر؟ 9 و نیم. اگر انحراف معیار رو میخواست، یعنی سیگما رو میخواست، میگه رادیکال 9 و نیم. خب بچه ها تست شماره 12 جزوه‌تون رو ببینید. گفته انحراف از میانگین 6 داده آماری به صورت 4 2 0 منفی 1 منفی 2 و منفی 3 است، واریانس این داده ها چقدر است؟ خب ما گفتیم رابطه که تو واریانس داریم چی بود؟ سه مرحله بود. مرحله اول به دست آوردن میانگین، مرحله دوم داده ها رو از میانگین کم میکنیم به توان دو میرسونیم، و مرحله سوم دوباره از داده های حاصل از مرحله دو یه میانگین دیگه میگیریم. اگه ما بخوایم سه تا مرحله رو به صورت یک فرمول در واقع به دست بیاریم، به این صورت میشه: واریانس برابر است با یه خط کسری، داده اول منهای میانگین به توان دو به اضافه داده دوم منهای میانگین به توان دو تا
داده انوم منهای میانگین به توان دو تقسیم به تعداد کل داده ها، که رابطه رو صفحه 43 بالای صفحه میتونید ببینید. x1 که منهای x بار به توان دو، x2 منهای x بار به توان دو، تا آخرین جملمون xn منهای x بار به توان دو تقسیم به تعداد کل داده ها. بچه ببینید مرحله اول چی بود؟ میگفتیم بیا میانگین به دست بیار، x بار رو به دست بیار. مرحله دوم چی بود؟ داده رو از میانگین کم کن به توان دو برسون. و مرحله سوم از این عددهایی که به دست میاد در نهایت یه بار دیگه میانگین بگیر، یعنی جمع کن به تعداد تقسیم کن. یعنی سه مرحله رو ما توی این فرمول داریم. خب به x1 منهای x بار، یعنی به اینا میگیم انحراف از میانگین. انحراف از میانگین اسمش روشه، یعنی اختلاف از میانگین. یعنی میانگین رو به دست بیار، داده ها رو دونه دونه منهای میانگین کن، به اون اختلافی که به دست میاد میگن انحراف از میانگین. حالا ببین اینجا تو سوال چی گفته؟ گفته انحراف از میانگینمون ایناست، یعنی داده رو منهای میانگین کردم اینا به دست اومده. حالا میگه واریانس رو به دست بیار، خیلی ساده به دستش میارم. ببین کافیه انحراف از میانگین ها رو به توان دو برسونم، با هم جمع کنم به تعدادشون تقسیم کنم. یه جایگذاری خیلی ساده در فرموله میشه 4 به توان دو، 2 به توان دو، 0 به توان دو، منفی 1 به توان دو، منفی 2 به توان دو و منفی 3 به توان دو. تقسیم به چند تا داده داریم؟ 6 تا. تقسیم به 6 که از اینجا واریانس برابر است با 4 به توان 2 میشه 16، 2 به توان 2 4، 0 منفی 1 به توان 2 1، 2 به توان 2 4، منفی 3 به توان 2 هم 9، تقسیم به 6 که اگه حاصل اینو بخوام به دست بیارم میشه 34 6م به 2 ساده کنیم میشه 17 3م. پاسخ میشه گزینه 1. بریم سوال 13. خب بچه تو تست شماره 13 یه سوال جدید داریم، کنکور سرسری سال 96 هم اومده بود. میگه یک جامعه با اندازه 12 و واریانس 12.6، اندازه 12 یعنی تعداد داده هامون 12 تاست، واریانسش هم شده 12.6، و یه جامعه دیگه اسمشو میذاریم N2 با تعداد 24 یعنی اندازه 24 و واریانسش هم شده 7.2. تشکیل جامعه جدیدی دادن، اگر میانگین این دو جامعه یکسان باشد انحراف معیار جامعه جدید کدام است؟ بچه خوب دقت کنید، میگه من 12 تا داده دارم با واریانس 12.6، 24 تا داده دارم با واریانس 7.2. حالا اگه این 24 تا داده و این 12 تا داده رو بریزیم رو هم، شرطمون اینه که میانگین های این دوتا باید با هم دیگه برابر باشه. خود سوال میگه اینو، میانگین این دوتا با هم دیگه برابره، میانگین این 12 تا و این 24 تا با هم برابره. خب میگه اینا رو اگه داده ها رو کلن بریزیم رو هم، انحراف معیار جدید یا واریانس جدیدمون چی میشه؟ خب من یه رابطه بهتون یاد بدم، واریانس جدیدمون از این رابطه به دست میاد بچه ها، N1 به روی N1 به علاوه N2، یعنی تعداد داده های اولی به تعداد کل داده ها جمعشون در واریانس اولی، به اضافه تعداد داده های دومی به تعداد کل داده ها در واریانس دومی. از این فرمول من میتونم واریانس داده های جدیدم رو به دست بیارم، واریانس داده های جدید برابر است با، خب جایگذاری کنیم N1 چی بود؟ 12، N1 به علاوه N2 میشه 36 در واریانس داده های جدیدمون، واریانس اولیمون 12.6 به اضافه N2 24 جمع این دوتا 36 در واریانس دومی هم 7.2
که اگه من اینو حسابش کنم واریانس داده های جدیدم به دست میاد 12/36 که میشه 1/3. 1/3 ضرب در 12/16 به اضافه یه. اینم میشه ساده کنی 2/3 ضرب در 2/7 حاصلش به دست میاد 9. خب بچه وقتی واریانس ما شده 9 انحراف معیار از من خواسته، باید ازش یه رادیکال میگیرم. رادیکالش میشه چی؟ 3. گزینه 2 پاسخ صحیح این تسته. بریم صفحه بعد، صفحه 45. خب یه فرمول دیگه هم ما داریم برای واریانس. بچه ببینید فرمول اولمون چی بود؟ فرمول اول واریانس به دست آوردن میشد داده اول منهای میانگین به توان 2 به اضافه داده دوم منهای میانگین به توان 2 تا داده انم منهای میانگین به توان 2 تقسیم به تعداد کل داده. این رابطه اول ماست. پس هر موقع گفتم فرمول اول در واقع واریانس منظورمون اینه. فرمول دومی که برای واریانس داریم، واریانس در واقع سیا فرمول پرکاربردی هم هست بچه این فرمول. ببین x1 به توان 2 x2 به توان 2 تا xn به توان 2، یعنی داده ها رو دونه دونه به توان 2 میرسونم، تقسیم به تعداد کل داده ها منهای میانگین به توان 2. این رابطه دومه که باید اینم حفظ کنید. همین الان حفظش کن. ببین داده ها دونه دونه به توان 2 میرسن، خود داده ها به توان 2 میرسن، تقسیم به تعداد منهای میانگین به توان 2. بچه اینجا ببینید به اینا میگیم چی؟ مجذور داده ها. داده ها به توان 2 برسن، مجذور یعنی توان 2 دیگه، مجذور داده ها. خب بچه وقتی مجذور داده ها با هم جمع بشن به تعدادشون تقسیم بشن، میتونم اینجوری بگم وقتی یه سری داده رو با هم دیگه جمع میکنی به تعداد تقسیم میکنی داری چی به دست میاری؟ میانگین. پس من میگم اسم این میشه میانگین مجذور داده ها. میانگین مجذور داده ها، مجذور داده ها تقسیم به تعدادشون میشه میانگین مجذور داده ها. از طرفی این میانگین به توان 2 دیگه، یعنی تو داری میانگین رو به توان 2 میرسونی. پس توان 2 یعنی چی اسمش؟ مجذور. میشه مجذور میانگین، مجذور میانگین. این فرمول معروفه به میانگین مجذور منهای مجذور میانگین. فقط واسه اینکه وقت قاطیش نکنی تو شکل کلی فرمول حفظش کن. یه مثال هم حالا ازش حل میکنیم. سوال 14 رو ببینید. فرمول رو پاک نمی کنم. سوال 14 گفته اگر میانگین 5 داده برابر 8، میانگین 5 داده برابر 8 باشه و مجموع مجذورات، مجموع مجذورات یعنی x1 2 x2 2 تا 5 تا داده است دیگه، تا x5 به توان 2 باشه 400، واریانس و انحراف معیارشو به دست بیاریم. خب بچه‌ها اگه واریانسشو بخوام از فرمول 2 بنویسم میگه مجموع مجذورات چنده؟ 400. تقسیم به تعداد کل داده ها، چند تا داده داریم؟ 5 تا. منهای میانگین به توان 2، 8 به توان 2. خب 400 تقسیم به 5 چی میشه؟ 400 تقسیم به 5 میشه 80. 8 به توان 2 64. 80 منهای 64 16. واریانس بشه 16. انحراف معیار چنده؟ 4. 16 4 به توان 2 چه 16، رادیکال 16 میشه 4. بریم سوال بعد. خب بچه ها سوال 15 گفته مجموع 40 داده آماری برابر 100 و مجموع مربعات این داده ها 340 می باشد، انحراف معیار کدام است؟ صفحه 45 سوال 15 این. خب بچه اینجا رو ببینید میگه 40 تا داده دارم که مجموعشون شده 100. خب بچه ها اگه من بخوام میانگین به دست بیارم قبول دارید میشه تعداد داده ها در مجموع داده ها تقسیم به تعداد داده ها، مجموع 40 دادمون شده چقدر؟ 100. این مجموع تعداد کل داده ها چند تاست؟ 40 تا میشه 140. که اگه ساده کنی ببین یه صفر با یه صفر ساده میشه، 10/4 ساده بشه میشه 5/2. این میشه میانگین من. بعد گفته مجموع مربعات 340. مجموع مربعات یعنی چی؟ یعنی x1 به توان 2،
x2 به توان 2 تا xn به توان 2. این شده چقدر؟ 340. خب این استفاده از کدوم فرمول میطلبه؟ فرمول دومی. واریانس برابر است با، ببین، مجموع مربعات تقسیم به تعداد داده ها. 340. تعداد داده ها چند تاست؟ 40 تا. منهای میانگین به توان 2. میانگین رو به دست آوردیم، 5 دوم به توان 2 که از اینجا به دست میاد، یه صفر با یه صفر میره، 34 تقسیم به 4 منهای 5 به توان 2 میشه 25، اینم 4 جواب میشه، 34 منهای 25 بچه هم میشه 9 چهارم. واریانسمون شده 9 چهارم. انحراف معیار چی میشه؟ از طرف این باید یه رادیکال بگیر، رادیکال 9 چهارم میشه 3 دوم، یعنی 1.5 گزینه 2 میشه پاسخ صحیح تست 15. بریم صفحه بعد، صفحه 46. خب این قسمت کمی سخته، لطفا خوب دقت کنید. اضافه یا کم کردن تعدادی داده به داده های قبلی، یعنی ما یه سری داده داریم از ابتدا، حالا میخوایم یه تعدادی داده به داده های قبلیمون اضافه کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. سوال 16 رو ببین، میگه میانگین، صفحه 46 سوال 16، میانگین و انحراف معیار 18 داده آماری به ترتیب 25 و 3 میباشد. ما اول داده هایی که تو صورت سوال داریم رو بنویسیم. میگه میانگینمون شده 18 25، انحراف معیارمون شده 3 و کلن هم 18 تا داده داریم. حالا سوال میگه اگر داده های 20 27 و 28 به داده هامون اضافه بشه، واریانس 21 داده جدید چی میشه؟ 21 داده جدید چی میشه؟ خب من یه بار دیگه سوال صورتش رو توضیح بدم. پس ما 18 تا داده داریم که میانگینشون 25، انحراف معیارشون هم 3. حالا من به این 18 تا داده میخوام 3 تا داده اضافه کنم. چند تا داده میشه؟ 18 تا با 3 تا میشه 21 داده. واریانس این 21 داده رو از من خواسته. خب بعد چیکار کنم؟ میام سراغ فرمول اول واریانس. بیاین فرمول اول رو براش بنویسیم. رابطمون این بود، واریانس برابر است داده اول منهای میانگین به توان 2 به اضافه داده دوم منهای میانگین به توان 2 تا. کلن چند تا داده داریم؟ 18 تا. میگم داده 18 هم منهای میانگین به توان 2 تقسیم به تعداد کل داده ها، یعنی 18. واضحه؟ خب حالا اینجا بیایم جایگذاری کنیم. سیگما چند است؟ به توان 2 میشه 9. 9 برابر است با x1 منهای میانگینمون چنده بچه ها؟ 25. 25 به توان 2 تا x18 منهای 25 به توان 2 تقسیم به 18. من به اینجا رسیدم، فعلا بر اساس داده های اولیه به این رابطه رسیدم. فقط فهمیدم میانگین 25، انحراف معیار 3، 18 تا داده دارم، توی این فرمول جایگذاری کردم به این رسیدم. حالا بیایم ببینیم سوال از ما چی خواسته. میگه من 3 تا داده دارم به این 18 تا داده اضافه میکنم. بچه یه نکته ما داریم، نکتهش هم قبلا گفتم بهتون، اگر داده هایی که دارم اضافه میکنم به این داده ها، به این 18 تا، میانگینشون با میانگین اینا برابر باشه، میانگین کل تغییری نمیکنه. میانگین این 3 تا رو به دست بیارید، اگه این 3 تا رو جمع کنید تقسیم به 3 کنید میبینی میشه 25. میانگین 3 تا داده جدیدی که میخوام اضافه کنم با میانگین 18 تا دادم برابره. پس اضافه کردن این 3 تا به این 18 تا میانگین کل رو تغییر نمیده. حالا من میام فرمول واریانس رو برای 21 داده جدید مینویسم. برای 21 داده چی میشه؟ داده اول منهای میانگین که 25 به توان دو تا داده 18 هم منهای میانگین به توان 2. بچه 18 تا داده داشتم، 3 تا هم اضافه شده، پس اسم اینو میذارم داده 19 هم، اینو میذارم داده 20 هم، و اینو میذارم اسمشو میذارم داده 21 هم. تا 18 همش که همون 18 تای اولی که خب نمیدونیم چنده، 3 تا رو فقط میدونیم،
اون ستا رو می‌نویسم 20 منهای 25 به توان 2. بعدی 27 منهای 25 به توان 2 و بعدی 28 منهای 25 به توان 2 تقسیم به تعداد کل داده ها، یعنی 21. خب این تیکش که محاسبش راحته، 20 منهای 25 میشه منفی 5 به توان 2 میشه 25، 27 منهای 25 2 به توان 2 میشه 4، 28 منهای 25 3 به توان 2 میشه 9. خب من این ستا رو باید با هم دیگه جمع کنم، اما اینو چجوری به دست بیارم؟ x1 منهای 25 به توان 2، x2 منهای 25 به توان 2 تا x18 منهای 25 به توان 2، اینو باید با کمک این به دست بیاری. اگه اینجا یه طرف این وسط این انجام بدم، قبول دارید میتونم جواب اینو به دست بیارم؟ اینجا میگم از x1 منهای 25 به توان 2 تا x18 منهای 25 به توان 2 برابر است با 9 ضرب در 18. 9 ضرب در 18 که 9 8 72 7 9 8 9 8 16 میشه 162، که این میشه حاصلش 162. از اینجا واریانس 21 دادمون میشه، اگه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم، 25 و 4 میشه 29 با 9 میشه 34، 38 به علاوه 162 میشه 200، میشه 200 به روی 21 که جوابش به صورت تقریبی به دست میاد 9.52. که این محاسبه رو لطف میکنید خودتون تو خونه انجام میدید، پاسخ میشه گزینه 3 تجربی خارج سال 93 بود. اینو بچه یه بار دیگه حتما خودتون تو خونه فیلمو عقب بکشید، دوباره ببینید، حتی لازم شد 3 بار ببینید و خودتون هم حلش کنید یکی دو بار تا دستتون سریع بشه تو حل این سوالا. خب بچه ها بریم تست شماره 17 صفحه 47 جزوه. گفته در 25 داده آماری میانگین و انحراف معیار به ترتیب 30 و 8. ببینید ما 25 تا داده داریم، چیزایی که میگه رو اول مینویسم یه گوشه، میانگینشون شده 30، انحراف معیار شده 8. گفته اگر داده های ناجوره 10، 15، 45 و 50 رو از بین این در واقع 25 رو داده حذف کنیم، واریانس داده های باقی مانده کدام است؟ خوب دقت کنید بچه اینجا رو. من میگم برای 25 تا داده که میانگینش 30 و انحراف معیارش 8 میتونم رابطه فرمول اول واریانس رو بنویسم. واریانس برابر است با چند تا داده داریم؟ 25 تا. میگم داده اول منهای میانگین به توان 2 به اضافه داده دوم منهای میانگین به توان 2 الی آخر. حالا به آخرش میرسید. تقسیم به تعداد کل داده ها، چند تا داده داریم کلن؟ 25. اما اینجا سوال داره میگه ما این 4 تا داده رو از این 25 تا میخواییم حذف کنیم. بچه وقتی 4 تا داده از بین این 25 تا حذف میشه، خب چند تا داده میمونه؟ قاعدتا 21 داده میمونه. حالا برای میانگین این داده چه اتفاقی میفته؟ اگر میانگین این 4 تایی که دارم حذف میکنم با میانگین اون 25 تا برابر باشه، وقتی این 4 تا رو حذف میکنم دیگه میانگین کلم تغییر نمیکنه. یه میانگین اینا رو حساب کنیم، جمعشون تقسیم به 4، اگه این 60 اینم همینطور تقسیم به 4 میشه دقیقاً 30. چون میانگین این 4 تا دقیقاً همون 30 شده، پس حذف کردن این 4 تا داده از این 25 تا میانگین کلمون رو تغییر نمیده. پس من میتونم الان واریانس 21 داده جدید رو یادداشت کنم. چی میشه؟ داده اول منهای میانگین به توان 2، x1 منهای 30 به توان 2، داده دوم منهای میانگین به توان 2 تا داده 21م. 21 داده است دیگه، 4 تا رو حذف کردیم 25 تا بود، 4 تا حذف شد 21 مون. داده 21م منهای میانگین به توان 2 تقسیم به تعداد کل داده ها 21. خب من برای اینکه بتونم واریانس 21 داده جدید رو به دست بیارم، خواسته سوال اینه الان از من. خب من اینو میخوام به دست بیارم، 21 واضحه، پس من باید حاصل اینو به دست بیارم.
حاصل اینو باید به دست بیاریم و جایگذاری کنیم. خب چجوری حاصل اینو به دست بیاریم؟ میریم تو رابطه بالایی. بچه‌ها اینجا رو ببینید، 25 تا داده داشتیم، درسته؟ برای رابطه بالایی باید تا x 25 جلو برم. خب ما 4 تا از داده ها رو که داریم، این 4 تا که حذف کردیمو داریم، 21 کیشو نداریم. تا 21 میرم میگم x 21 منهای c به توان 2. حالا داده 22م، 23م، 24م و 25م میشه این 4 تا داده‌ای که ما اومدیم از اون 25 تا حذفشون کردیم. پس میگم این داده یعنی 10 منهای c به توان 2 به اضافه 15 منهای c به توان 2 به اضافه بعدی 45 منهای c به توان 2 و بعدیش 50 منهای c به توان 2 تقسیم به 25 که تعداد کل داده هامونه. خب بچه اینجا رو ببینید، واریانسمون انحراف معیار 8، واریانس میشه چی؟ 8 به توان 2 میشه 64. خب اینا رو هم حساب کنید، 10 منهای c میشه منفی 20 به توان 2 میشه 400، 15 منهای c میشه منفی 15 به توان 2 225، 15 به توان 2 225، 20 به توان 2 400. پس در واقع چیزی که میمونه اینه 60. اگه یه طرف این وسطه این کنیم، 25 تو 64 ضرب کنم میشه 64 ضرب در 25 برابر است با از x1 منهای c به توان 2 تا x21 منهای c به توان 2 به اضافه. خب بچه ها 400 و 400 میشه 800، 225 با 225 میشه 450، 450 و 800 میشه 1250 که کافیه اینا رو در هم ضرب کنم، 1250 رو بیارم این برای تساوی از اینا کم کنم که اگه این ضرب و تقسیم ها رو انجام بدی من دیگه یه بار جواب آخرش رو می نویسم. حاصل این عبارت، این 1250 رو بیاریم برای تساوی، حاصلش به دست میاد 350. پس جواب من میشه 350 تقسیم به 21 که اگه این تقسیم رو انجام بدی جواب به صورت تقریبی به دست میاد 16.66. که این محاسبه رو حتما خودتون تو خونه یک بار باید انجام بدی، یعنی قشنگ تقسیم انجام بدی، اونجا باید ضرب کنی، منها کنی، تمام این کارا رو حتما خودتون تو خونه انجام بدی. بریم قسمت بعد، داده های برابر. صفحه 48 داده های برابر. اگر واریانس تعدادی داده برابر صفر باشد، یعنی تمام داده ها با هم برابر هستند و برعکس. خب بچه مثال بزنید، ما گفتیم واریانس چیه؟ یک شاخص پراکندگیه که پراکندگی داده ها از همدیگر نشون میده. خب اگه همه داده ها با همدیگه برابر باشن پراکندگیشون چی میشه؟ صفر. پس واریانسش چی میشه؟ صفر. پس من میگم اگه واریانس هم صفر بود یعنی پراکندگی ندارن، یعنی همه داده ها با هم دیگه برابرن. مثلا داده های 2 2 2 2 و 2 واریانسش چی میشه؟ صفر، چون پراکندگیش صفره. خب بریم سوال 18. گفته واریانس 11 داده آماری صفر است. پس من 11 تا داده دارم که واریانسش شده صفر. بچه وقتی واریانس صفره یعنی 11 داده چی داریم؟ برابر. آفرین. گفته اگر داده های 24 26 و 16 بهش اضافه بشه میانگین داده ها تغییر نمی کنه، انحراف معیار 14 داده حاصل چی میشه؟ ببین من 3 تا داده به اون 11 تا اضافه کردم، میانگین عوض نشده. وقتی یه سری داده میومدیم به میانگینمون اضافه میکردیم و میگفتیم میانگین تغییر نمیکنه، چه نتیجه میگرفتیم؟ آفرین، میانگین این 3 تا داده با میانگین اون 11 تا داده با هم دیگه برابر بوده. پس کافی من میانگین اینا رو به دست بیارم بگم میانگین این و میانگین این با هم برابره. خب جمع میکنم تقسیم به 3. اگه اینا رو جمع کنی تقسیم به 3 میانگینشون رو به دست بیاری جواب میشه 22. چه 22؟ خب بچه خوب دقت کنید الان اینجا رو، میانگین این 3 تا شده 22. پس میانگین این 11 تا هم باید چی باشه؟ میانگین اینا باید چی باشه؟ 22.
از طرفی این 11 تا داده با هم دیگه چی هم؟ برابرن. وقتی 11 داده با هم برابرن یعنی 11 تا دادمون همشون چندن؟ 22 هن. همه 22 هن. یه سری 22 با این 3 تا داده. حالا ببین سوال از ما چی خواسته؟ گفته انحراف معیار 14 داده حاصل. واریانسشو می نویسم. یه جایگزینی تو فرمول اولی. ببین داده اول 11 تا داده 22 داریم بچه‌ها. ببینید 22 22 22 تا 22 11 تا 22 داریم با این 3 تا میشه 14 تا. بیایم حساب کنیم داده اول منهای میانگین به توان 2، داده دوم منهای میانگین به توان 2 تا داده 24 منهای میانگین به توان 2، بعدی 26 منهای میانگین به توان 2 و بعدی 16 منهای 22 به توان 2 تقسیم تعداد کل داده ها که کلا چند تا بود؟ 14 تا. پس واریانس از اینجا به دست میاد. ببین این 22 منهای 22 ها که همه چی هم؟ صفرن. تا اینجاش میشه 3. این میشه 2 به توان 2 میشه 4. 26 منهای 22 به توان 2، 4 به توان 2 میشه 16. 16 منهای 22 به توان 2، 6 به توان 2 میشه 36. تقسیم به 14 داده که داشتیم که جواب از اینجا به دست میاد 4 و از اینجا انحراف معیارمون میشه 2. خب بچه ها بریم سراغ قسمت ضریب تغییرات، صفحه 49 ضریب تغییرات. خب ضریب تغییرات چیه؟ ضریب تغییرات رو ما با سی وی نشون میدیم. سی وی برابر است با سیگما به روی ایکس بار. یعنی انحراف معیار تقسیم به میانگین به ما چی میده؟ ضریب تغییرات که کاربردش رو جلوتر میبینیم چیه. خب یه سری نکته داریم. نکته 1 میگه اگر همه داده ها را با عدد ثابت کا جمع کنیم میانگین با کا جمع میشود ولی انحراف معیار تغییر نمی کنند. بچه اینجا رو ببینید، تو اگه همه داده ها تو با یه عدد ثابت جمع کنی انحراف معیار که عوض نمیشه. جلو قبلا داشتیم اینو میگفتیم اگه همه داده ها رو مثلا دو واحدش اضافه کنی پراکندگی تغییر نمی کنه. پس در واقع اگه همه داده ها به اضافه کا بشه سیگما همون سیگما میمونه. اگه همه داده ها رو به اضافه دو کنی میانگین هم دو واحد زیاد میشه. اگه همه داده ها رو با کا جمع کنی میانگینت هم میشه ایکس بار و علاوه کا و سیگما جدید از این رابطه به دست میاد. سی وی جدید ببخشید. سی وی جدیدمون از این رابطه به دست میاد. پس تو نکات اونجا که نوشته پس اینو باید بنویسی. سی وی جدید میشه سیگما به روی ایکس بار و علاوه کا. نکته 2 اگر همه داده ها را در عدد ثابت و مثبت کا ضرب کنیم میانگین و انحراف معیار هم در کا ضرب میشن. بچه اینجا رو ببینید سی وی ضریب تغییرات از این رابطه به دست میاد. اگه همه داده ها رو کا برابر کنیم سی وی جدیدمون از این رابطه به دست میاد. ببین سیگمات هم کا برابر میشه میشه کا سیگما، میانگینت هم کا برابر میشه میشه کا ایکس بار. کا با هم دیگه میره میشه همون سیگما به روی ایکس بار. پس نتیجه میگیرم اگه همه داده ها رو کا برابر کنم ضریب تغییرات عوض نمیشه، حاصلش همون میشه. ولی اگه همه داده ها رو با یه عدد جمع کنم ضریب تغییرات هم کوچیک‌تر میشه، چون ببین مخرجش به اضافه اون عدد شده، مخرج بزرگتر شده، سی وی چی میشه؟ کمتر میشه. 3 برای مقایسه دقت کاری دو دسته آماری که تو کنکور 98 ازش سوال اومده بود، جز سوال احتمالی بود که پارسال به بچه‌ها داده بودم، باید سی وی های آنها را با هم مقایسه کنیم. ولی اگر میانگین دو دسته با هم برابر باشد کافی است واریانس ها را مقایسه نماییم، هر کدام کوچکتر بود دقت کاری آن بیشتر است. من اینو یه توضیح کوچیک بدم بچه‌ها اینجا رو ببینید. سی وی یعنی ضریب تغییرات. میخواد چی به ما بده؟ میخواد چی به ما نشون بده؟ دقت کاری دو دسته آماری. من میخوام ببینم دو تا دسته آماری، دو تا دو سری داده به دست آوردم، میخوام ببینم دقت کاری کدوم بیشتره. اونی که پراکندگی هاش قاعدتا کمتر باشه دقت کاریش بیشتره. پس ما چجوری میایم تشخیص میدیم؟ از روی سی وی. پس من باید برم واریانس به دست بیارم، انحراف معیار به دست بیارم، تقسیم به میانگین کنم. انحراف معیار تقسیم به میانگین میشه ضریب تغییرات. اونی که ضریب تغییراتش کمتر باشه دقت کاریش بیشتره. هر چی ضریب تغییرات کمتر دقت کاری بیشتر. پس نسبت عکس دارن با هم دیگه. خب بریم سراغ مثالامون. سوال 19 گفته در 60 داده آماری میانگین 3
میانگین سه، انحراف معیار 1.2 محاسبه شده است. اگر به تمام داده ها 9 واحد اضافه شود، به تمام داده ها 9 واحد اضافه میکنیم، ذره تغییرات داده های جدید سی وی جدید رو از من خواسته. بچه اینجا ببینید سی وی میشد سیگما به روی ایکس بار، درسته؟ حالا سیگما ما چیه؟ 1.2. وقتی به همه داده ها 9 واحد اضافه کنی 1.2 عوض نمیشه، خب همون 1.2. میانگیرمون چند بوده؟ 3. وقتی به همه داده ها 9 تا اضافه کردی 9 و 3 با هم جمع میشه، میشه 12، تقسیمش میشه 1/10 که پاسخش هم هست. بریم سوال 20. سوال 20 گفته در داده های آماری با میانگین x بار و انحراف معیار سیگما، اگر به هر یک از داده ها مقدار x بار را اضافه کنیم تا داده های جدید حاصل شود، ضریب تغییرات داده های جدید چند برابر ضریب تغییرات داده های قبلی است؟ بچه اینجا ببینید میگه سی وی جدید به سی وی قدیم چی میشه؟ اینو میخوام به دست بیارم، سی وی جدید به سی وی قدیم. سی وی قدیم ما که بوده سیگما به روی ایکس بار، فرمول ضریب تغییرات سیگما به روی ایکس بار. حالا ببین میگه چه اتفاقی افتاده، به همه داده ها، به هر یک از داده ها مقدار ایکس بار اضافه میکنیم. وقتی به همه داده ها یک عددی اضافه میشه برای سیگما چه اتفاقی میفته؟ هیچ، خودش میمونه، انحراف معیار تغییری نمیکنه. ولی میانگین چی؟ میانگین به اضافه اون عدد میشه. حالا همه داده ها رو میگه به اضافه میانگین کردیم، خب یعنی میانگین به اضافه میانگین میشه، میشه دو تا میانگین. پس یه بار دیگه این جمله رو میگم، دقت کنید، ما در حالت اولیه سیگما به روی ایکس بار داریم، سی وی اولیه‌مون میشه سیگما به روی ایکس بار. میگه به همه داده ها یه عددی اندازه میانگین داریم اضافه میکنیم، حالا میانگین هر چی که هست، یه عددی اندازه میانگین به کل داده ها اضافه میشه. اون وقت میانگینمون چی میشه؟ میشه میانگین به اضافه میانگین، یعنی دو تا میانگین. انحراف معیارم که تغییر نمیکنه. از اینجا خوب دقت کنید بچه‌ها، از صورت و مخرج من میتونم سیگما به روی ایکس بار و سیگما به روی ایکس بار رو ساده کنم، چی میمونه؟ 1/2 پاسخ صحیح تست. بریم سوال 21. سوال 21 گفته در 150 داده آماری با میانگین 12 به دو برابر هر یک از داده ها 3 واحد اضافه می کنیم تا داده های جدیدی حاصل شوند. پس میانگین 12 میگه به دو برابر هر یک از داده ها 3 واحد اضافه می کنیم تا داده های جدیدی حاصل شوند. ضریب تغییرات داده های جدید چند برابر ضریب تغییرات داده های قبلیه؟ یعنی سی وی جدید به سی وی قدیم چی میشه؟ خب سی وی قدیم ما که همون سیگما به روی ایکس باره، سی وی اولیه‌مون اینه. حالا میگه داده ها رو دو برابر کردیم به اضافه 3 کردیم. خب بچه وقتی داده ها دو برابر میشه چه اتفاقی میفته؟ سیگما من هم دو برابر میشه، میانگینم هم دو برابر میشه. وقتی همه داده ها به اضافه 3 میشن سیگما عوض نمیشه، ولی میانگین به اضافه 3 میشه. پس وقتی سوال میگه که همه داده هامون از x شدن 2x به علاوه 3، یعنی دو برابر شدن و به اضافه 3 شدن، پس میانگین اونم دو برابر میشه و به اضافه 3 میشه، انحراف معیارمون فقط دو برابر میشه. داده ها رو با یه عدد جمع کنی انحراف معیار تغییری نمیکنه. خب از اینجا من میتونم این سیگما رو با این سیگما ساده کنم، میتونی دور در نزدیک نزدیکم انجام بدی. به جای ایکس بار میذارم 12 میشه 2 به روی 2 تا 12 تا 24 به علاوه 3 میشه 27، اینم میشه 1/12. دور در دور نزدیک در نزدیک میشه 24 27 که اگه به 3 ساده کنم میشه 8، به 3 ساده کنم میشه 9، میشه 8/9. پاسخ صحیح گزینه 3. خب صفحه 51 جزوه تست شماره 22. بچه بسیار سوال مهمیه، کپی پیستش تو کنکور 97 اومده بود، 22 سوال کنکور 95 بوده، عیناً تو کنکور 97 اومده، فقط با تغییر عدد، حتی صورت سوال تغییر نکرده. خوب دقت کنید، میگه میانگین طول اضلاع مربعهای 15 واحد با ضریب تغییرات 2/10 محاسبه شده است.
میانگین مساحت مربع ها کدام است؟ خوب دقت کنید. من میام فرض میکنم طول اضلاع مربع من این باشه x1 x2 x3 تا xn. یه سری مربع داریم با طول اضلاع x1 x2 x3 تا xn که سوال گفته چی؟ میانگین طول اضلاع میانگینشون x بار هامون شده 15 واحد با ذریب تغییرات، یعنی سی وی مون هست 2/10. خب بچه‌ها وقتی شما سی وی رو داری، فرمول سی وی چی بود؟ سیگما به روی ایکس بار. سی وی چنده؟ 2/10. میذارم 2/10. سیگما مجهوله، ایکس بار چیه؟ 15. از اینجا یه طرف این وسط این ساده سیگما به دست میاد، انحراف معیارم به دست اومده 3. حالا ببینید سوال از ما چی خواسته. گفته میانگین مساحت مربع ها چی میشه؟ بچه اگه طول از اضلاع مربع ما اینا باشه x1, x2, x3 تا xn، مساحت مربع ها چی میشه؟ مساحت ها. مساحت مربع مگه نمیشه یه ضرب ضرب در خودش یه ضرب به توان 2؟ پس این میشه x1 به توان 2، x2 به توان 2، x3 به توان 2، xn به توان 2. n تا مثلا مربع داشته باشی تا xn به توان 2 باید ادامه بدی. حالا ببین چی خواسته از من. میگه میانگین مساحت. خب مساحت ها ایناست. حالا میانگینش رو چجور باید حساب کنم؟ باید جمع کنم، تقسیم به تعداد کنم. ببین اینا رو باید با هم دیگه جمع کنیم، تقسیم به تعدادش کنیم. اینو از من سوال خواسته. میانگین پس تقسیم به تعداد باید بشه مساحت ها. مساحت ها رو که هر کدوم به توان 2 نوشتیم. خب بچه این شبیه کدوم رابطه هست که ما داشتیم؟ آفرین، رابطه دوم واریانس. واریانس این بود، میشد x1 به توان 2، x2 به توان 2 تا xn به توان 2 تقسیم به n منهای x بار به توان 2. حالا سوال ببین، اینو از تو خواسته، اینو ازت خواسته. پس من باید کافیه یه سیگما جای گذاری کنم، 3 بذاری، 3 به توان 2 میشه 9، برابر است با این چیزه، این نقطه چینه، منهای x بار به توان 2. x بارمون چیه؟ 15. 15 به توان 2 چه؟ 225. منفی 225 رو بیاری این ور تساوی میشه مثبت 225 با 9. این چیزه به دست میاد 225 به علاوه 9 که میشه 234. پاسخ صحیح گزینه 3. بریم سوال 23 رو هم حلش کنیم. این همینه، فقط ببین تفاوت حلشون رو فقط خوب دقت کن. روی اصلا تو تفاوتی در این دوتا سوال میبینی؟ سوال 23 میگه میانگین طول ضلع مربعهای 25 واحد با ضریب تغییرات 600. میانگین طول ضلع x بار من شده 25 با ضریب تغییرات cv هست 600. خب ببین سی وی مگه نمیشد سیگما به روی ایکس بار؟ سی وی چیه؟ 600. سیگما خواسته سواله، ایکس بار 25. سیگما رو از اینجا به دست میارم، ضرب این دوتا میشه چقدر؟ 6 تا 25 تا چه 150 تا با دو رقم اشار میشه 1.5. خب سیگما رو به دست آوردم. حالا میرم سراغ ادامش. میانگین مساحت مربع خواسته، میانگین مساحت مربع ها میگم سیگما 2 میشه x1 به توان 2، x2 به توان 2 تا xn به توان 2 تقسیم به n منهای x بار به توان 2. فرمول دوم واریانس. میانگین مساحت ها یعنی چی؟ یعنی این قرمزه، این که دورش خط میکشم، این چه میانگین مساحت مربع ها. ببین مساحت مربع یعنی هر ضلع به توان 2 برسه جمع کنی به تعداد تقسیم کنی میشه چی؟ میانگین مساحت مربع ها. سیگما چند بود؟ 1.5. 1.5 به توان 2 چه؟ 2.25. این مجهول ماست، منهای میانگین به توان 2. میانگین چیه؟ 25. 25 به توان 2 625. منفی 625 رو بیاری این ور میشه 625 با 2 چه؟ 627 ممیز 25. سوال کنکور سراسری سال 97 پس شد گزینه 2. بریم سوال 24.
خب سوال 24 گفته در 50 داده آماری مجموع اختلاف داده ها از عدد 12 برابر 0 است و مجموع مجذورات اختلاف داده ها از عدد 12 برابر 450 می باشد. ضریب تغییرات این داده ها کدام است؟ خب بچه خوب دقت کنید. ببینید سوال چی گفته؟ تیکه اول میگه مجموع اختلاف داده ها از عدد 12 برابر 0. این جمله یعنی چی؟ اختلاف داده ها از یک عدد، اختلاف یعنی انحراف از میانگین. ببین اختلاف داده ها از 12 یعنی انحراف از میانگین. اختلاف همون انحرافه، انحراف از میانگین. پس 12 چیه؟ میانگینه. بچه وقتی انحراف از میانگینمون مجموع اینا بشه 0، یعنی این عدد میانگین سوال ماست، یعنی x بار ما میشه 12. پس ببین انحراف از میانگین ها همیشه مجموعشون میشه 0. شما هر سوالی رو بدین نگاه کنی، انحراف داده ها از میانگین مجموعشون 0ه. خب پس اینجا انحراف از میانگین، پس x بار میشه چی؟ 12. خب بریم ادامهش. گفته مجموع مجذورات اختلاف داده ها از عدد 12 شده 450. ببین داره چی میگه؟ فرمول واریانس، فرمول اولیه رو ببین. x1 منهای 12 به توان 2، x2 منهای 12 به توان 2، تا xn منهای 12 به توان 2 تقسیم به n. این فرمول واریانس بود، فرمول یک واریانس بود که میانگینمون چنده توش؟ 12 تو فرمول. حالا ببین سوال چی گفته؟ گفته مجموعه مجذورات به توان 2 اختلاف داده ها از عدد 12، اختلاف داده ها از عدد 12 به توان 2. ببین میگه مجموع مجذورات اختلاف داده از 12، اختلاف داده از 12. خب بچه کلا چند تا داده داریم؟ 50 تا داده داریم. توی صورت سوال گفته 50 داده، پس ما به جای این میذاریم 50 داده. خب حالا ببینید سوال در ادامه چی گفته به ما. گفته مجموع مجذورات اختلاف داده ها از عدد 12 مجموعشون شده چقدر؟ 450. میذارم 450، مخرجمون هم 50. 450 تقسیم به 50 میشه یه صفر یه صفر میره، 45 تقسیم به 5 میشه 9. بچه سیگما 2 شده 9، پس سیگما چنده؟ 3. میانگین چی بود؟ 12. خب ببین اینجا رو سی وی رو از تو خواسته، ذری تغییرات از ما خواسته، سی وی میشد سیگما به روی ایکس بار. سیگما چنده؟ 3. ایکس بار چیه؟ 12. 3 12 هم یعنی 1 چهارم، 1 چهارم هم اشارش میشه 25 صدوم. پاسخ صحیح تست گزینه 2 سراسری سال 94 هم بود. بریم سوال 25. سوال 25 گفته امتیازات مهارت کاری دو فرد آ و بی در 5 روز متوالی چنین است. یه شخص آ داریم، امتیازاتش 22 23 24 27 و 29. یه شخص بی داریم که امتیازاتش 21 24 25 27 و 28. بعد سوال گفته دقت عمل کدام فرد بیشتر است؟ بچه دقت کاری، مهارت کاری، اینا مفهومش چیه؟ ضریب تغییرات. اونی که ضریب تغییراتش کمتر دقت کاریش بیشتر، ضریب تغییرات کمتر دقت کاری بیشتر. بعد یه جمله اونجا تو اون نکته داشتیم، تو نکته 3 گفتیم اگر میانگین‌ها با هم دیگه برابر باشه، میانگین دو دسته آماری با هم برابر باشه، کافیه واریانس‌ها رو مقایسه کنیم.
اونی که واریانسش کمتر دقت کاریش بیشتر. یعنی به تو دیگه نیازی نیست بری ظریف تغییرات به دست بیاری. اگه میانگین ها مختلف بود باید بری سی وی به دست بیاری. اگه میانگین ها یکسان بود دیگه نیاز نیست بری سی وی به دست بیاری. فقط با واریانس مقایسه میکنی. واریانس کمتر یعنی پراکندگی کمتر، یعنی دقت کاری بیشتر. خب من میام برای شخص آ میانگین حساب میکنم، جمع اینا میشه 125 تقسیم 5 تا داده است، جواب میشه 25. برای شخص بی میانگین حساب میکنم، جمع داده ها میشه 125 تقسیم به تعداد داده ها 5، جواب میشه 25. بچه ها میانگیناشون با همدیگه برابر شده، پس کافیه واریانس ها رو حساب کنم. برای این یه واریانس حساب میکنم، برای اینم واریانسش رو حساب میکنم، واریانس ها رو با همدیگه مقایسه میکنیم. آفرین. خب برای شخص آ واریانس شخص آ برابر است. خوب دقت کنید، داده اول منهای میانگین به توان 2، 22 منهای 25 میشه منفی 3 به توان 2 میشه 9 به اضافه. داده دوم منهای میانگین به توان 2، 23 منهای 25 منفی 2 به توان 2 4، 24 منهای 25 منفی 1 به توان 2 1، 27 منهای 25 2 به توان 2 4، 29 منهای 25 هم 4 به توان 2 میشه 16. تقسیم به تعداد کل داده ها که از اینجا اینو میتونم راحت به دستش بیارم، 9 و 4 13، 13 و 1 14، 14 و 4 میشه 18، 18 و 16 میشه 34 پنجم. برای شخص بی واریانس رو محاسبه میکنم. یه به دستش بیاریم، داده اول منهای میانگین به توان 2، 21 منهای 25 منفی 4 به توان 2 16، 24 منهای 25 1 به توان 2 میشه 1، 25 منهای 25 که 0، 27 منهای 25 2 به توان 2 4، 28 منهای 25 هم 3 به توان 2 میشه 9. تقسیم تعداد کل داده ها که 5. از اینجا حاصل اینم به دست بیاریم، 16 و 1 17، 17 و 4 21، 21 و 9 میشه 30. میشه 30 تقسیم به 5. بچه این 34 تقسیم به 5 که مقدارش میشه 6 و 8 دهم، 30 تقسیم به 5 هم میشه 6. اونی که واریانسش کمتر دقت کاریش بیشتر. واریانس شخص بی کمتره پس دقت کاریش بیشتره. پس جواب میشه گفته دقت عمل کدام فرد بیشتر است، میشه شخص بی. بریم سوال آخر از این مبحث، سوال تجربی سال 98. بچه این سوال ما سال قبل به عنوان سوال احتمالی به بچه ها گفته بودم، گفته بودم از دقت کاری بهتون سوال میدن. سوال 26 رو ببین، اومده ببین ببین چی اومده بود. میگه در یک کارگاه دو گروه مشغول کار هستند، میانگین نمرات مسئولیت پذیری و واریانس در گروه اول به ترتیب 80 و 25 و در گروه دوم 72 و 16 می باشد. کدام گروه بهتر است؟ بهتر یعنی چی؟ یعنی دقت کاری بیشتر، دقت عمل بهتر. خب میگه میانگین شده 80 گروه اول و واریانسشون شده 25. گروه دوم میانگینشون شده 72، واریانسشون شده 16. خب حالا میخوام ببینم دقت کاری کدومشون بهتره. خب بچه ها ما اگه گفتیم اگه میانگین ها با هم برابر بود فقط واریانس ها رو مقایسه میکنیم، این دوتا میانگین هاشون با هم برابر نیست، پس من باید دارم سی وی به دست بیارم. خب سی وی چی میشد رابطش؟ سی وی گروه یک، سی وی گروه دو میشه سیگما به روی ایکس بار. این هم میشه سیگما به روی ایکس بار. خب سیگما این رو میخوام به دست بیارم، سیگما دو 25، سیگما چی میشه؟ 5 میشه 5، ایکس بار چیه؟ 80. 5 80 رو اگه ساده کنی چی میشه؟ 1/16. گروه دوم سیگما دو شده 16، سیگما چیه؟ 4. ایکس بار چیه؟ 72. 4 به روی 72 میشه 1 به روی 18. بچه ها کدوم سی ویش کمتره؟ ببین 1/18 از 1/16 کمتره، سی وی گروه دو از سی وی گروه یک کمتره. ببین اونی که دقت کاریش در واقع بیشتره سی ویش باید چی باشه؟ کمتر باشه. پس گروه دوم سی ویش کمتره، ذره تغییراتش کمتره، دقت کاریش بیشتره. اما
خب مبحث آمار که به اتمام رسید، حتما بچه این ویدیو رو به خصوص این سوالاتی که یکمی حلش طولانی بوده رو چند بار ببینید. برای بچه های 11 من یه توصیه دارم، بخشی از این مباحثی که بهتون گفتم چون حالا مبحثش رو نخوندید، فصل آخر در واقع کتاب درسیتونه، شاید یه مقدار براتون نامفهوم باشه. اگر نیاز بود تو فضای مجازی، حالا اینستاگرام، نمیدونم تلگرام یا واتساپ، من میتونم به پاسخگوی سوالاتتون باشم. و نکته آخر این که بچهای کنکوری هم میتونن تو فضای مجازی با من در ارتباط باشن. انشالله بعد از اینکه تعطیلات عید تموم شد و حالا هر موقع این داستان بیماری کرونا به اتمام رسید، کلاس همون به صورت حضوریتون برگزار شد، حتما جلساتی در واقع براتون در نظر میگیریم که مباحثی که به این صورت در واقع مجازی در خدمتتون بودیم براتون یه دوره کلی انجام بدیم و صرفا به صورت فیلم نباشه، سر کلاس های حضوری هم مباحث براتون دوباره بشه. موفق باشید، به امید دیدار.